ما چطور میتونیم به یک کلیپ فیلتر اضافه بکنیم؟ کلیپ رو انتخاب بکنید، افکت، ویدیو فیلترز و فیلتری که مورد نظرتونه. به طور مثال اینجا من فیلتر ایمیج کنترل و لیولز رو میخوام. برای دسترسی پیدا کردن به فیلترتون شما روی کلیپ دابل کلیک میکنید، میایید به قسمت فیلترز همونطور که اینجا میبینید و از این قسمت در واقع توی شرایط عادی به این شکله میتونید شما به فیلترهاتون دسترسی داشته باشید و به تنظیمات فیلترهاتون. به طور مثال اینجا من ممکنه بخوام فرضاً توی این تصویر میزان آبی رو یه خورده بیشتر بکنم. میتونم از اینجا بیام و تینت آبی تری به تصویر بدم یا زردتر بکنم. دقیقا همونطور که ما توی قسمت موشن هم دیدیم، با زدن این دکمه کی فریم شما میتونید بهش کی فریم هم بدید. من توی این قسمت، یعنی در واقع توی اینجا، رنگ آبی، گامای آبی رو که یک هست رو انتخاب میکنم، کی فریم میدم و میام به انتهای کلیپ و میگم توی انتهای کلیپ میزان آبی فرضاً کمتر شده باشه، یعنی در واقع بیشتر شده باشه. همونطور که شما اینجا میبینید تصویر کمتره و هرچی به انتهاش برسیم بیشتر میشه. برای پاک کردنش هم همینطور که شما دیدید میتونید فیلتر رو انتخاب بکنید و دکمه دیلیت، البته بک اسپیس رو روی کیبوردتون بزنید. دکمه دیلیتی که کنار اند و پایین هلپ وجود داره کل کلیپتون رو ممکنه پاک بکنه همونطور که شما اینجا دیدید، اما بک اسپیس فقط اون فیلتر مورد نظر شما رو که انتخاب شده پاک میکنه. ممکنه شما این فیلتر رو نخواهید پاک بکنید، فقط اثرش رو نبینید، یعنی در واقع فیلتر رو فعلا خاموش روشن بکنید ببینید بدون فیلتر بهتره، با فیلتر بهتره، حالا یا هر تنظیم دیگه. با خاموش روشن کردن این چک باکس میتونید به این کار دسترسی پیدا بکنید. همونطور که توی قسمت ترانزیشن هم خدمتتون گفتم، توی افکت، تب افکت و ویدیو فیلتر میتونید به فیلترهاتون دسترسی داشته باشید و به طور مثال من اینجا میتونم بیام توی استایلایز و اد نویز رو درگ کنم روی اون کلیپی که مورد نظرمه و حالا مثلا نویز بیشتر یا کمتری توی تصویر ایجاد بکنم. دقیقا این همون شکلی که ما توی ترانزیشن دیدیم، هر کدوم از اینا رو خواستین شما میتونید بین کات درگ بکنید و دقیقا بین کات هاتون ترانزیشن ایجاد بکنید. اینجا میتونید روی هر کدوم از کلیپ هایی که خواستید با درگ کردن اون فیلتر مد نظرتون رو اعمال بکنید و دقیقا همونطور که توی قسمت ترانزیشن دیدیم، فیلترهایی که بولد هستند ریل تایم رندر میشن و نیاز به رندر ندارن و فیلترهایی که معمولی نوشته شدند نیاز به رندر دارن. به طور مثال من اینجا این سه تا فیلتر پشت سر هم رو اعمال کردم، برایتنس، کنتراست. کنتراست رو هم میبرم بالا و مثلا یه همچین تصویری ایجاد کنم، یا توی این یکی تصویر که اگر روش دابل کلیک بکنم میتونم مثلا میزان قرمز روی تصویر بیشتر یا کمتر بکنم و یه خورده حس سبزتری به تصویر بدم. و حالا توی این یکی تصویر که رنگ تصویر رو میتونم به اون رنگ های دلهای خودم تبدیل بکنم. همونطور که شما اینجا دیدید، این فیلتر و این فیلتر نیاز به رندر ندارن و فیلتر وسطی که بولد نبود نیاز به رندر داره. خب این هم از بخش ویدیو فیلترز.